واتساپ سوال شده بود که چرا بازار اینجوری شد. ببینید، چشم بازار به بیته و وقتی که دامیننس بیت یه ذره کوچولو بشه، کم بشه، اون بازار از ترس اینکه میتونه یه اصلاح شدیدی داشته باشه، بیاد مثلا 10,000 تا پایین تر و این عددهایی که خوب متصور هستن رو تاچ بکنه، شاید توی یه لحظه با یه کندل، با یه سایه یه کندل، با یک فیتیل به قول معروف پیاده برگرده، خیلی کوتاه این اتفاق بیفته، ولی بازار پنیک میشه و همه و این پنیک شدن هم به خاطر چی؟ همه نشستن اینجوری زل زده باشن تو بازار رو. این همون ربات هاست که میتونن نوسانات آنچنانی ایجاد کنن، زرنگای بازار هم که پول گنده دستشون هست یه همچین هولی به بازار میدن که بازار رم کنه، فروشنده زیاد بشه. در نظر داشته باشیم از یه تایمی به بعد که سرمایه گذاران نهادی بزرگ وارد بازار کریپتوکارنسی میشوند، به حالتی خواهیم رسید که تقاضای خرید به مراتب بالاتر از عرضه ماینرها خواهد بود و حتی مثلا این چند میلیون، 3-4 میلیون کوینی هم که دست ملت داره میچرخه تو بازار میفروشن و در نتیجه اونجا، چون این بازارم دامن نوسان و حجم مبنا نداره، هر قیمتی خورد دیدی، من مالمه میفروشم 150,000 دلار، قیمتم میذارم رو تابلو، به من یه نوتیفیکیشن میاد که این خیلی بیشتر از قیمت کارنت تابلو، میگم اوکی من انقدر میفروشم، اونم میگیره اوردر رو میچینه تا به اون قیمت برسه. و همین اون داستان دی او ام هست که بهتون بارها گفتم، خواهشم کردم که برید تو یوتیوب ببینید، دیپ آف مارکت. این اون دیواره خرید و فروش رو نشون میده که این دیواره اگر تو حوزه فروش شما ببینید اون پشت مشتو حساسی چیدن برای فروش، خب یه خورده احتیاط میکنید تو خرید. الان تو بازار سرمایه ما توی تابلو تی اس سی تی ام سی داریم 3 تا مزنه میبینیم، در بهترین حالت در صرافی در کارگزاری که داریم کار میکنیم 5 تا رو توی اون پلتفرم اینترنتیمون میبینیم و اگر پای استیشن توی کارگزاری باشیم تا عمق بازار رو میبینیم و کسی که توی کارگزاریه یا استیشن داره میتونه دسترسی داشته باشه به کل اوردری که تو بازار چیده شده، عملا روزنامه فردا رو داره امروز میخونه. خب مکتی رو که توضیح دارم ETH ببخشید آقای صادق خان، ETH قاف افتاده اتفاق بازار که یه تکونه بدی خورد، یه دفعه باعث شد که اکثرا یک اصلاحی بزنن. اتفاقا خیلی خوبه تو این تایما فروشن اونا که میخوادن میرن ریز نوسان بگیرن، عملا تو بازار میان بیرون و خدمت نشد که فضای بازار یه خود نرمال تر میشه. البته آها عقب افتاده، متوجه شدم آقای صادق خان. آره ETH عقب افتاده، دیشب با هم دیدیم دیگه، یه 5,000 دلار رو براش متصوره، در نظر داشته باشین همه مدل ها، ولی یه 5,000 تا رو دیدن و خب تو تحلیل مختلف عدد مثل 20,000 هم دارن براش واچ میکنن که میتونه به اون نقاط برسه. من بازم دارم تاکید میکنم خودم خیلی حساسم به بحث XRP، چون اگر XRP بخواد گازشو بگیره رشد کنه، ببین 10 سنت چیه؟ شوخی 10 سنت، 2 سنت 3 سنت که میره بالا، دیدین که رتبه چند میلیارد دلار اضافه میشه به مارکت کپش، میره بالا. و این اگه بخواد یه رشد خوبی بکنه که از همه بیشتر هم جا مونده تو بازار، قطعا اتر باید بهتره کنه بره بالا. در نظر داشته باشیم الان خیلی از این پیام من پرتکرار دریافت کردم، به ما ارزهایی رو معرفی کن زیر 1 دلار و خوب باشه برای بازه چند ساله نگه داریم. چرا همه اون ذهنیت 1309 تا بیت کوین مساوی 1 دلار بوده در 11 سال پیشو دارن و میخوان یه همچین چیزی بخرن؟ خیلی هم حرف منطقی، ایده منطقی، برای مثلا میگه برای آیندگان هم میخرم، نه اصلا کاری ندارم، میخوام تا 2028 نگهش دارم. اگه میتونه توی مثلا این 10 سالی همچین رشدی کرده باشه، تو 4 سال هم اگه یه رشد 1000مون هم بکنه برای ما کافیه. خب ترکیب سبد، ببخشید حرف تو حرف اومد نشد. ببین من اینجا براتون بنویسم که شما هم داشته باشین، من بین 40-50% سبد رو پیشنهاد میکنم، اون چیزی که خودم هم دارم به شما دارم پیشنهاد میکنم، یعنی چیزی نیستش که حالا بخوام غیر از واقع بگم. ببینید داستان چی شد،
پس ما اگر میخوایم سرمایه گذاری کنیم تو اون 50 تای اول بگردیم و به صورت خیلی خاص‌تر اون شورت لیست ما، لیست کوتاه ما در 20 تای اول خط بشه. من بین 50 تا 40% سبدهایی که حالا سوال شده یا خواستم براشون ترکیب ببندم روی بیت کوین میبندم، بین 20 تا 30% سبد رو 20 تا 30%ش روی اتریوم میبندم. اتریوم فرصت بسیار خوبی برای رشد داره، چون عملا میگیم تاپ لیست آلت کوین ها هست. یه جوری حساب بکنیم علی پروینی نشه بزنه 110% تا 20%. یادتون هست میگفت چقدر 70% مشکل ما بوده، 40% مشکل داور بوده. یه اون اتفاق نیفته. ببینید لایت کوین، حالا اینا رو به ترکیب میخوام بگم که اینا رو میشه یه جورم بس، لایت کوین هست، BCH هست، XRP هست، عرض شود که کاردانو رو هم مثل که داره رو پلتفرم اتر داره میاد کار کنه. کاردانو مخفف چی بود؟ الان یادم رفت. کاردانو ADA، مرسی. بله بله مرسی، متشکر، ممنون، متشکر. ببینید خب من این ترکیب رو دستم 40 تا 50%، این 20 تا 30%، این میشه اگر بگید 40 50 بگید 40 50 80%، عدد رو دارم فکر میکنم که درست باشه، 10 تا 20% هم از این سبد بچینیم و من یک 10% سبد رو باز میخوام برای شما ببینم. BCH رو نوشتم دیگه، LTC BCH XRP ADA. الان صدا خوبه؟ صدای من میاد؟ نویز نداره صدای من که مثل ویزهی که چون اگه اینطوری باشه احتمالا باتری مایک هم داره تموم میشه. خب بسیار خوب. در خصوص 20 تا 10 تا 20 ما داریم یه سبدی رو میبندیم که دوستان یه سبدی باشه که هم ریسک درش در نظر گرفته باشه، هم منطقی باشه، از بازارم جان نمونه. حالا یه 10% از این سبد رو میگیم اون بازیکن آزاد است دیگه. توی این الان دوستمون نوشتن لینک، خانم غزال میگن لینک که یک چین لینک منظورشونه. ببینید چین لینک رو من بارها هم سر کلاس گفتم، اگر قراره تو اقتصاد چین در 10 سال آینده اون اتفاق خوبه بیفته که بیاد تاپ دنیا باشه، امریکا از تاپ دنیا بیاد سوم، هند پشتش بیاد بالا رو دوم قرار بگیره، چین لینک 100% ارز خوبیه. میزان بازدهی مهمه و این میزان بازدهی به من کمک میکنه. من 10%ش رو میخوام یه مقداری بیام ریسکی تر ببینم، مثل چین لینک خوبه. عرض شود که دیگه این 10% اون تیکه باز خودمون میشه. از این 10% یه 2%ش رو الان اجازه بدید من اینا رو تکمیل کنم. 2%ش رو عرض شود توی ICO ها میخوام در نظر داشته باشیم. ما اگر یه چیزی حدود خیلی عدد بزرگی هم نه، در حد مثلا 2-3 تا اتر بتونیم بیایم سرمایه گذاری کنیم در، یا عدد کمتر بیایم در حوزه ICO ها و IEO ها STO ها که اینا دیگه تعریفاشو دیدیم دیگه، اینا اینجوری اسلش بکنم اینجوری که بهتر بشه، 2% از سبدمون رو بیایم به این اختصاص بدیم، نشستیم توی دست پر ریسک. 2% سبدتون ریسک که میتونه کامل پول سوخت بشه. اگر روی STO و IEO کار کنید احتمال سوخت شدنشون کمه، ولی حالا اینی که مثلا چقدر موفق باشن هم جای بحث داره. یکی دو تا از این IEO ها هستش که تو بانک های بین المللی که توی سنگاپور فعال هستن اومدن کار کردن، تو ایرونی هم زیاد درگیرش هستن و خب حالا سود خوبی کردن. بحث آزادسازیش هم با شرایط همینجوری نمیتونن بفروشن، اما جدیدن شنیدم که از اینایی که عددهای بزرگی داشتن خواستن که KYCشون رو تکمیل کنن. یه خود این ریسکی KYC یقه ما رو همه جا میگیره.
علی حال این میزان هم یه ترکیب خوبی به ما میده بابت سرمایه گذاری. حالا اینکه من یه ترکیبی اینجوری نوشتم، از این ترکیب چقدرش برای سرمایه گذاری به عنوان هودلی باشه، من میگم من پیشنهادم برای از این 100% این ترکیب بیتش رو گفتم، اترش رو گفتم، لایت و الباقی هم گفتم، اما میگم از این سبده حدود 40% شما اگر بخوای بری سمت اینکه یه مقداری ریسک بیشتری کنی، بری سراغ دیلی تریدری و من این چیزش کنم اینجا، یه چیز حدود 40% سبدتون میتونی برای چی بذاری؟ حالتی که میخوای بلند مدت تر سرمایه گذاری کنی، کاری هم باهاش نداری. این سبد میتونه در طی مثلا 6 ماه توی ضرر وحشتناک بره و میتونه در عرض 6 ماه در یک سود رویایی بره که مثلا دنبال همون جزیره خوشگله تو دریای چی میگن کارولینای شمالی باشی، بری اونجا ببینی یه ویلایی برای خودت بخری و از این حرفا، بری بشی همسایه ترامپ. به همین خاطر میگم این سبد قسمتیش رو میتونید با یه مقداری دید بلند مدت تر بهش نگاه کنید. این دیلی هم یه وای کم خورده دیگه، حالا دیلی ال وای در آخرش، دیلی تریدر هم 60% یعنی که بیای شروع کنید معامله کردن. اما اگر دوستانی هستن که میگن با این همه داستان گفتی تو گفتی اینجا نمیدونم کیواسی میخواد، اونجا فلان میخواد، بهمان میخواد، عدد منم عدد کوچیکی نیست، این رقمه میتونه توشون عوض شه، یعنی اینکه بیان برن از یه ظرفیت دیگه ای استفاده بکنن. حالا نکته ای که وجود داره، ببینید الان یه راه حلی هست برای کار کردن تو این صرافی ها. من این راه حل رو الان بگم، توصیه من نیست، راه حلی که میخوام بهتون بگم که برید سراغ این صرافی گردن کلوف، روشی که یاد میگیرید کفتشون رو بچسبین پول در بیارید، حقمون رو ازشون بگیریم، به قول معروف حق این عقب موندنمون رو بگیریم ازشون توی این بازار، توصیه من نیست، اما راهکار رو دارم براتون شفاف میگم. خیلی ها هستن در ایرانی هستن که در خارج از ایران دارن زندگی میکنن، اصلا شما بستگانی دارید در خارج از کشور دارن زندگی میکنن، اقامت پاس اونجا هم دارن و ارتباطتون باهاشون طوری هستش که بهتون این حالو بدن که بیان KYC بشن و اون نام کاربری رمز عبور رو عملا در اختیار شما بذارن و شما شروع کنید معامله کردن. حتی اون کیف پول دوستمون که لاک شده بود من بالغ بر